سلام دوستان، تمرینی که این بار میخوایم کار بکنیم یک صورت پورتره رو میخوایم تبدیل کنیم به یک در واقع تصویر سورال. این تمرین رو من در وبسایت اسپون گرافیک دیدم. تمرین خوبی هست که با امکانات بلندینگ آپشن هم آشنا بشید بهتر، یعنی بتونید یک تجربه دیگه ای رو در زمینه بخش بلندینگ آپشن ما هم دیگه کار بکنیم. اصل تمرین که در واقع اینجا هست که میبینید How to create a surreal hollow face portrait in Photoshop، که ساخت یک پورتری سورال هست، یک صورت سورال در فتوشاپ، که میخوایم این رو بر روی یک تصویر خودمون کار بکنیم. یعنی یک تصویر دیگر رو من انتخاب کردم، یه ذره بیشتر روش کار بکنیم و تکنیک هایی رو هم که قبلا با هم کار کردیم در اینجا به کار بگیریم و در کنار این تکنیک هایی که در این تمرین گفته میشه اینها هم به کار ببریم که بتونیم یک در مجموع یک پکیج خیلی خوبی رو از تکنیک های فتوشاپ مرور کنیم، اونایی رو که بلدیم باز کار بکنیم جهت یادآوری و تکنیک های جدیدی رو هم در کنار اون با هم دیگه به کار ببریم. خب برای شروع من سعی میکنم که ابتدا بک‌گراند رو یه ذره تغییر بدم، یعنی حالت از این چیزی که هست یه ذره تغییر بدیم، به طور مثال مثلا اینجا رو اصلاح بکنیم. سعی میکنم با ابزار کلون استمپ تول این کار رو انجام بدم. خب اول قبل از هر چیزی قفل لایه رو بردارید با کلیک کردن بر روی اون. در فتوشاپ CC 2017 ما هستیم الان و یک لایه زیر اون ایجاد میکنم، یک لایه اینجا ایجاد میکنیم، بعد میاریم زیر این لایه قرارش میدیم و حالا بر روی خود تصویر قرار میگیریم و سعی میکنیم که اینجا این رو با نمونه برداری، یعنی آلت رو میگیریم، نمونه میگیریم و بعد شروع میکنیم به اصلاح کردن این قسمت. بالای در واقع تصویر رو هم سعی میکنم کراپ کنم که یک ذره تصویر هم کوچیک‌تر میشه. در ادامه از یک سلکتیو کالر استفاده میکنم و یک مقدار رنگ رو تغییر میدم. از رنگ خاکستری اون استفاده میکنیم. مشکی رو هم به همین ترتیب یک کالر بالانس هم اضافه می کنم، البته شادو اون رو. یک مقدار تغییر می حالا یک برایتنس کانتراست هم اینجا اضافه میکنیم و همین کافی است. و حالا اینها رو میخوام که ادغام کنم با تصویرم، همه رو به وسیله این لایه بالا رو که انتخاب کردیم کنترل شیفت رو میگیریم و لایه پایین رو هم انتخاب میکنیم، با هم انتخاب میشن، کنترل ای اونها رو مرج میکنیم به این ترتیب. سیف هم کنید به هر حال فایلتون از دست نره. حالا در ادامه میام و یک لایه جدید ایجاد میکنم، اون رو به وسیله ادیت فیل با رنگ خاکستری به این ترتیب پر میکنم و مود اون رو بر روی اوورلای قرار میدم. یک مقدار میخوایم اون حالت درخشش رو بر روی تصویر اضافه کنیم. میام از قسمت داش تول اکسپوژر اون رو بر روی 10 قرار میدیم یا بر روی 7 هم باشه
بد نیست. و به این ترتیب این منو رو میبینید، سعی میکنیم که قسمت هایی که درخشش بیشتر نیاز داره رو اضافه کنیم. البته چون ما میخوایم صورت رو برداریم، نیازی به تغییرات در اینجا نیست. خب حالا سعی میکنم که اکسپوژر رو بالا ببرم تا 20% و با اندازه کوچیکتر، حالا قسمت هایی رو که احساس میکنم ممکنه یه برجستگی نوری رو ایجاد بکنه، به این ترتیب سعی میکنم که اضافه کنم. چون به هر حال یک بدن یک ورزشکار هست، میخوایم اون رو یک مقدار از اون حالتی که هست بهتر نشون بدیم و نورها رو بر روی بدن بهتر نشون بدیم. حالا برای مشکی این کارو میکنیم، میایم با برن تول تیرگی ها رو بیشتر میکنیم، میایم و اوپاسیتی اون رو برای 7 قرار میدیم. همونطور که میبینید این تغییر رو ما بر روی تصویر اضافه کردیم که یه مقدار تصویر رو هم شارپ میکنه. هر دو رو در یک گروه قرار میدیم، دو تا رو انتخاب میکنیم و اونها رو در یک گروه قرار میدیم. کنترل آلت شیفت ای رو میزنیم و یک کپی کلی میگیریم از کار. این لایه رو من خاموش میکنم و این نتیجه ای هست که تا اینجا من به اون نیاز داشتم. یک کپی دیگه از این فایل میگیریم، یعنی اون رو میتونیم اینجوری کپی بگیریم و یا کنترل جی یا کلیک رایت و دوپلیکیت لیر. تصویر زیر رو میام و یک مقدار اون رو بلر میکنم، یعنی از قسمت بلر گاسیان بلر اون رو یک مقدار بلر میکنیم. اوکی میزنم و تصویر بالا رو روشن میکنم، یک ماسک بر روی اون قرار میدم، با رنگ مشکی ماسک رو پر میکنم و حالا با براش و اوپاسیتی 70% سعی میکنیم که بر روی این رنگ و انتخاب رنگ سفید سعی میکنیم قسمت های در واقع از تصویر که مرکز تصویر هست رو پاک کنیم و به دست بیاریم. طوری یک مقدار تصویر رو هم دورش رو بلر کردیم و جزئیات رو در مرکز به دست میاریم، یک حالت فحوس رو براش ایجاد میکنیم. خب همونطور که میبینید این قسمت ها پاک میشه. حالا میاییم روی تکنیکی که میخوایم صورت رو برداریم. ابزار پن رو انتخاب کنید، کلیک رایت کنید، ممکنه تنظیماتی از قبل داشته باشید اون رو ریسیت کنید، ریسیت تول با این تنظیمات، و قسمتی از صورت رو که میخوایم پاک بشه ما باید انتخاب کنیم. قبل از اون این دو تا لایه رو انتخاب میکنیم، در یک گروه قرار میدیم مجددا و Alt Control Shift E یک کپی میگیریم، این لایه رو هم خاموش میکنیم. لایه اصلی ما این هست. میایم و قسمتی رو از صورت که میخوایم خالی بشه رو با ابزار پن انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید قبلا ما ابزار پن رو با هم دیگه کار کردیم که به چه ترتیب میتونیم
از این ابزار استفاده کنیم. من برمیگردم به عقب، ابزار پن رو انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم، میایم و در قسمت بعدی یک کلیک میکنیم و موس رو رها نمیکنیم و بعد اون رو میکشیم که به این ترتیب اون هندل هایی که لازم هست خط رو منحنی رو ایجاد بکنه برای ما به وجود بیاد. اگر خواستیم این نقطه رو تغییر بدیم، کنترل رو میگیریم و به دایرکت سلکشن تول ابزارمون تغییر پیدا میکنه و بعد میتونیم اون رو به این ترتیب تغییر بدیم و یا هندل های اون رو به این ترتیب تغییر بدیم. پس در جریان باشید این رو. من به سرعت این کار رو انجام میدم. اگر آشنا نیستید با این قضیه، حتما تمرینی که ابزار پن رو با هم کار کردیم ببینید. با فاصله از این سایه ها من این کار انجام میدم. یه ذره فاصله رو ایجاد میکنیم که وقتی خالی شد اون قسمت بخش از صورت پیدا نباشه. سعی کنید حالا اون حالت فیزیک اسکلت صورت رو یه جوری در بیارید و همینجوری پن رو مورد استفاده قرار ندید. الان من میخوام این کار رو انجام بدم، بالای چونه رو به این ترتیب میخوام انجام بدم. و متصلش میکنم به آخرین پوینت. خب من اگر Alt رو بگیرم و کلیک کنم بر روی این پوینت، هندل هاش از بین میره. حالا اگر بخوام هندل ها بیرون بیاد، Alt رو میگیرم، کلیک میکنم بر روی پوینت، در واقع این پوینت، و به این ترتیب هندل ها رو بیرون میارم و بعد میتونم با گرفتن کنترل این پوینت رو تغییر بدم. اگر لازم بود از پوینت ها پاک کنید که فرم در واقع اون منحنی هایی که ایجاد می کنید مناسب در بیاد. خب حالا ما این رو انتخاب کردیم، اون قسمتی که می خواهیم پاک بشه، میام و در مرکز اون پوینت هایی که ایجاد کردیم کلیک رایت می کنیم و میک سلکشن رو با این تنظیمات انتخاب می کنیم و اوکی می زنیم. به این ترتیب برای ما سلکت میشه. لایه اون مورد انتخاب هست. میتونیم با کنترل ایکس و کنترل وی این کار انجام بدیم و یا میتونیم یکی از ابزارهای سلکشن رو انتخاب کنیم و بعد کلیک رایت و لیر یا کات رو انتخاب کنیم که به صورت یک لایه جدا میبینید اینجا مورد انتخاب قرار میگیره و اینجا اضافه میشه. حالا من این لایه رو خاموش میکنم که یک در واقع لبه این قسمت رو ما بتونیم یک حالت طبیعی که برش رو نشون بده براش ایجاد کنیم. برای این کار باید بر روی لایه تصویر کلیک رایت میکنیم و بلندینگ آپشن ها رو انتخاب میکنیم. در قسمت بلندینگ آپشن ها ما استایلز رو داریم که استایل های متفاوتی رو میتونیم بر روی تصویر یا هر آبجکتی در فتوشاپ ایجاد کنیم. اینجا میخوایم از بلند ایمباس استفاده کنیم. اون رو انتخاب میکنم و چون قبلا من تنظیمات رو اعمال کردم، اگر در همین حالت کنترل اسپیس رو بگیرم میتونم زوم کنم بر روی تصویر. یک مقدار تصویر رو جلو میارم و میبینید که به این نه ایجاد میشه. حالا اگر بخوایم اون رو تغییر بدیم، ببل این باس رو میتونید از این تنظیمات استفاده کنید. استایلش رو بر روی اینر ببل میذارید، تکنیک رو بر روی اسموت قرار میدید، دیپ رو بر روی 400 تا 500 قرار میدید. من اینجا 500 اون رو میگذارم. سایزش رو که میتونیم سایز در واقع این استراکچر رو انتخاب کنیم. اینجا ما میتونیم در قسمت استراکچر که اینجا میبینید در ببل این باس میتونیم سایزش رو اضافه کنیم. همونطور که میبینید این لبه ها ضخامتشون بیشتر خواهد شد و سافتن رو هم میتونیم
به ترتیبی بالا ببریم که اون خطی که ایجاد میکنه برای بعد دادن به این قضیه، اینجا ما تعیین بکنیم که اون خط چقدر محو باشه. اگر صفر بگذاریمش به این ترتیب میشه، من اون رو بر روی دو اینجا قرار میدم یا سه، و سایز اون رو روی 10 میگذارم. یک مقدار حالت بهتری هست. خب در ادامه بعد بیایم به شیدینگ و زاویه تابش این شادو و هایلایت رو اینجا ما در واقع تعیین بکنیم، که اینجا هایلایت مود ما رو میبینید بر روی اسکرین هست، با یک نمونه گیری شروع شده، شاید شما برای شما سیاه و سفید باشه، اینا که در ادامه بهتون میگم. انجل اون رو تغییر میدم، یعنی زاویه تابش اینها رو تغییر میدیم و با توجه به اون شکلی که شما میخواین بعد این رو مقدارش رو قرار بدید. حتی فاصله اون تابش رو تا مرکز و همینطور زاویهش میتونید در اینجا به صورت دستی تغییر بدید با این گزینه ها، و یا با موس میتونید این دایره رو تغییر بدید و اون تابش رو اینجا تعیین بکنید. این رو من براش قرار بدم و در ادامه هایلایت مود رو بر روی اسکرین قرار بدید با اپاسیتی 100%، شادو مود رو بر روی اوورلای با اپاسیتی مثلا 70 تا 80%، اینجا ما 75 رو میگذاریم. برای هایلایت مود رنگی رو انتخاب کنید، روشنترین قسمت رنگی که فکر میکنید لازم هست از خود تصویر میتونید نمونه برداری کنید. ببینید اگر ما تیره رو انتخاب کنیم، این قسمتی که ما هایلایتمون بود، و اگر دقت کنید در اینجا سافتن اون رو برای ما مشخص میکرد، مقدارش رو اینجا عوض میشه. من از رنگ روشن استفاده میکنم به این ترتیب، از رنگ روشنی از خود پوست سعی میکنم کمک بگیرم و تعیین بکنم. اوکی رو میزنم. در قسمت شادو مود هم از تیره ترین رنگش میتونیم استفاده کنیم، چون اگر روشن استفاده کنیم یعنی دور روشن میشه و یه مقدار بد میشه این حالت، ولی از تیره ترین قسمت میتونید استفاده کنید و حتی میتونید اوکی میزنم اینجا، در واقع با کم کردن اوپاسیتی اثر اون رو تغییر بدید. هر اثری که احساس کردید مورد نظرتون هست براش بگذارید. اوکی رو میزنید. خب همونطور که میبینید در این قسمت ما یک حالتی رو از این افکت داریم که نیازی نیست در بیرون تصویر باشه، و ما نیاز داریم این رو به داخل تصویر بیاریم برای اینکه بود رو واقعی تر نشون بدیم. اینجا یک امکانی در قسمت بلندینگ آپشن ها هست که ما میتونیم، همونطور که میبینید اینجا ما دو تا بخش داشتیم، یکی استرکچر بود یکی شیدینگ بود، میخوایم اینها رو به صورت جداگانه ما داشته باشیم که بتونیم اونها رو ادیت بکنیم و یا بر روشون ماسک قرار بدیم. میایم بر روی خود این بولند این باز کلیک رایت میکنیم و در قسمت کرید لیرز هر تغییری که دارید قبل از اینکه اون رو کرید لیر کنید انجام بدید، چون دیگه بعد از اون یه مقدار پیچیده میشه. اگه بخواید انجام بدید بهتره قبلش این کارو انجام بدید. میایم و مثلا این قسمت ها رو اگر دقت بکنید زیاد خوب نشده، حالا من سعی میکنم این مقدار تغییر بدم ببینم میشه کاریش کرد یا نه. روی این تصویر بهتر از این نمیشه کاری کرد و این در واقع بلندینگ آپشن ها نمیشه این کار رو انجام. در همین حالت اون رو من رها میکنم. خب و حالا بر روی ببلنیم باز کلیک رایت میکنم و کریت لیر رو میزنم و در ادامه میبینید که به دو بخش تقسیم میشه، بخشی که روشن رو نشون هایلایت و بخشی که شادو رو نشون میده. میایم و بر روی این هر دو لایه بعد ماسک ایجاد کنیم. یک ماسک من اینجا ایجاد میکنم و سعی میکنم با براش با یک اپاسیتی 100% و رنگ مشکی اینها رو به این ترتیب پاک کنم. خب میام بر روی
در واقع اینر بول هایلایت، اون هم یک ماسک ایجاد میکنم و در واقع اون رو هم سعی میکنم پاک کنم بینم. حالا ما باید بعد از این مرحله بیایم داخل رو به دست بیاریم. برای این کار یک لایه جدید ایجاد میکنیم و کلید کنترل رو میگیرید برای این لایه‌ای که ما قبلا صورت رو برش زده بودیم. کلید کنترل رو میگیریم و کلیک میکنیم که این محدوده برای ما چی گفت که انتخاب بشه و لایه‌ای که در واقع ایجاد کردیم رو مورد انتخاب قرار میدیم. با استفاده از براش سعی میکنیم که رنگ‌های مشابه رو در اینجا به وجود بیاریم. پس من میام از این رنگ کلید آلت رو میگیرم، یک نمونه از این قسمت برمیدارم. میبینید که پنل رنگ ما، فورگراند ما این به این ترتیب تغییر پیدا میکنه و سعی میکنم که با یک هاردنس پایین این قسمت رو به این ترتیب رنگ رو میز کنم. حالا میام یک ذره تیره تر رو انتخاب میکنم و باز هم به این ترتیب قسمت هایی رو به این شکل انتخاب میکنم و بعد برای پایین هم کمی از رنگ های تیره استفاده میکنیم. خب این سایه رو به صورت دستی ما ایجاد میکنیم. حالا میایم و ابزار یکی از ابزارهای سلکت رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که اون رو فاصله بدیم بهش، محدوده سلکتمون رو به این ترتیب میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا تقریبا به اندازه همین قسمتی که ما اینجا انتخاب کردیم سعی میکنیم سلکت رو به کنار یا یک مقدار بالا پایین ببریم و بعد با کلید دیلیت اون قسمت رو دیلیت میکنیم و سلکت دی سلکت. همونطور که میبینید ما این قسمت رو تونستیم یک بعدی رو براش به وجود بیاریم که تقریبا میشه گفت هماهنگ هست با اون بعدی که در به وسیله بلندینگ آپشن به وجود آوردیم. خب در ادامه اگر خواستید که رنگ این رو یک مقدار تغییر بدید میتونید به وسیله ایمیج ادجستمنت و لولز که کنترل ال رو میتونید بزنید و این کار رو انجام بدید. یک مقدار میتونید رنگش رو تیره کنید یا روشن کنید، فرقی نمیکنه. به هر حال با لولز میتونید این تغییرات رو بر روی اون ایجاد کنید. خب حالا میخوایم که تصویر زیر رو که میخوایم حالا عکس یک کهکشان تقریبا باشه در تصویرمون اضافه کنیم. میایم و زیر این لایه مدل یک لایه جدید ایجاد میکنیم اینجا و سعی میکنیم تصویرمون رو در اینجا وارد کنیم. حالا من میام از این از این تصویر استفاده میکنم، به صورت یک اسمارت آبجکت هم وارد میشه. اون رو تا جایی که میشه کوچیک میکنم چون
کار ما در واقع در این تمرین تمام شده است، یعنی اون چیزی که میخواستیم کار بکنیم همین بود. حالا اگر لازم بود که به طور مثال اجسمنتی رو اضافه بکنیم، مثل مثلا اجسمنت کار لوکاپ که میتونیم از قسمت 3D لود فایل به وسیله اجی امبر و تصویرمون رو یک ذره تغییر بدیم و با کم کردن اوپاسیتی میتونیم به اون یک ذره برسیم، که اون رو بالای من همه قرار میدم به این نه، به یک حالتی رو برای اون ایجاد بکنیم. یا از قسمت سلکتیو کالر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و خب حالا تصویرمون رو میایم و کراپ میکنیم. من این قسمت رو برای اون در نظر میگیرم. به این ترتیب ما یک پوستر رو داریم که افکتی رو برای اون قرار دادیم و اگر هم احساس کردید این اجسمنت ها مزاحمتی برای رنگ کهکشان شما ایجاد کرده، به راحتی میتونید این لایه‌ای که صورت مدل بود رو با گرفتن کلید کنترل انتخاب کنید و در روی ماسک ادجستمنت ها قرار بگیرید. اوپاسیتی 100% رو من اعمال میکنم به این ترتیب. کنترل دی دی سلکت و میتونید به این نب تصویرتون رو داشته باشید. امیدوارم که تمرین مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال باید با کار کردن و کار کردن بیشتر در رابطه با این تمرین به اون چیزی که در تکنیک ها هست دست پیدا کنید و آشنا بشید. من اینجا میخوام که بلک اند وایتی که ایجاد کرده بودم رو روی 100% بگذارم که تاثیر اجاسمنت هایی که ایجاد کردیم رو هم در اینجا به این ترتیب ما داشته باشیم. حتی میتونیم ما این اجاسمنت رو مقدارش روی 5% قرار بدیم که یک اثر خیلی کمی رو از اون بتونیم داشته باشیم و اوپاسیتی این اجاسمنت رو اگر بالا ببرم روی 35 به نظر من مناسب است که در انتها بتونیم یک همچین تصویر رو با هم دیگه در نتیجه یک کار داشته باشیم. خب خیلی خوشحال شدم که باز هم در خدمتتون بودم با این تمرین. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. مراقب خودتون باشید. تا تمرین بعدی خدایا رو نگهدارتون.